اعتراضها به وضعیت حجاب در کشور همچنان ادامه دارد و در حالی که زنان به نافرمانی خود ادامه می‌دهند و مقامات اصلی حکومتی از جمله رئیسی دائما خواستار سختگیری و تلاش بیشتر برای مبارزه با بی‌حجابی و فساد هستند، حکومت دوباره با به راه انداختن گشت ارشاد برای برخورد با بی‌حجابی زنان به نظر می‌رسد قصد دارد از رشد بی‌حجابی در ماه محرم و مراسم آن که برای حکومت با اهمیت تلقی می شود و اعاده حجاب اجباری دست به اقدامی پرخطر زده که می تواند درست 2 ماه مانده به سالگرد مرگ مهسا امینی هر لحظه حکومت را مجددا با اعتراضات مردمی درگیر کند. روز یکشنبه سعید منتظر المهدی سخنگوی نیروی انتظامی مدعی شد دلیل این اقدام خواسته مردم و تاکید رئیس جمهوری و قوه قضاییه بوده که سبب شده گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور با آن دسته از کسانی که بدون توجه به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف همچنان بر هنجار شکنی خود اصرار دارند برخورد قانونی کرده و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کند. فضاسازی در این زمینه فقط به نیروی انتظامی محدود نیست. مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران مدعی شد مردم آنقدر در مورد وضعیت پوشش در مترو به ما پیام می‌دهند که ما شرمنده ایم. او شرکت مترو را در این مورد مقصر دانست و افزود من درباره وضعیت عفاف و حجاب در مترو مستقیما به شهردار تهران تذکر دادم. این اقدام حکومت با مخالفت‌های بیشماری روبرو شده است. جدا از مخالفت‌های بسیاری از شخصیت‌های سیاسی اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس اصولگرا نیز مخالفت کردند. نمایندگان اصولگرا از جمله معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار که بعداً مجبور شد آن را حذف کند گفت این اقدام مورد تایید مجلس قرار نگرفته و می‌تواند تبعات ناصوابی برای کشور داشته باشد. حکومت در چند هفته گذشته سرکوب بی‌حجابی را شدت بخشیده. در این میان روز گذشته چند موضوع خبرساز شد. سپیده رشنو نویسنده‌ای که سال گذشته قبل از اعتراضات در درگیری با یک دختر حزب‌اللهی در اتوبوس دستگیر و به اعترافات تلویزیونی آورده شده بود و با 2 ترم محرومیت تحصیلی از دانشگاه هم روبرو شده بود و در پی انتشار مطالبی در مورد نافرمانی مدنی در مقابل حجاب اجباری با هجوم و خشونت ماموران نیروی انتظامی به خانه‌اش روبرو شد، با انتشار عکسی از در شکسته خانه‌اش نوشت ماموران نیروی انتظامی نیمه شب در واحد آپارتمان او را زدند و چون در را باز نکرده در را شکستند و هنگامی که با جیغ و داد از مردم کمک خواسته ماموران به او گفتند که جیغ نکش وگرنه گردنت را میشکنی. خانه وی توسط 12 نفر بازرسی شده و هر کدام سخنان توهین‌آمیزی علیه او ایراد می‌کردند. همچنین در اقدام دیگری محمد صادقی هنرپیشه سریال‌های تلویزیونی که در سریال همگناه نقش فرد مذهبی یا حزب‌اللهی را ایفا می‌کرد در اینستاگرام خود به خبر بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها واکنش نشان داد که انتقادش با حمله وحشیانه ماموران انتظامی به خانه‌اش و بازداشت وی مواجه شد. صادقی همه مراحل حمله ماموران و لحظه فرار و بازداشتش را به صورت زنده در اینستاگرام پخش کرد که با واکنش بسیاری در افکار عمومی و رسانه‌های اجتماعی مواجه شد. او در اینستاگرام خود از ماموران گشت ارشاد انتقاد کرده بود که حقوق می‌گیرند که دختران مردم را بکشند و به داخل ون ببرند. نحوه مواجهه خشونتبار با یک هنرمند محور اصلی انتقادات علیه حکومت است و گفته شده نحوه رفتار نیروی انتظامی به شکلی بوده که گویی برای دستگیری یک قاتل خطرناک و نه یک بازیگر سینما و تئاتر بوده است. منتقدان گفتند که حکومت اکنون باید برای منتقدان جدید هزاران نفر را دستگیر کند. اما در اقدامی عجیب تر یک قاضی در حکمی خنده‌دار و غیر معمول برای آزاده صمدی بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل حضور با کلاه در یک مراسم عمومی علاوه بر 2 سال محرومیت از کار ممنوعیت 6 ماهه استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه به این محکوم شده که 2 هفته یک بار به مراکز روانشناسی برای مداوای بیماری ضد اجتماعی خود مراجعه کند و در نهایت گواهی سلامت خود را به مقامات ارائه دهد. این حکم سبب شد انجمن سینماگران، کارگردانان، تهیه کنندگان و بازیگران سینما در بیانیه‌های اعتراضی خود حکم صادره را به خصوص حکم عجیب حضور اجباری در کلاس‌های روانشناسی برای درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی را توهین به شعور تمام اهالی سینما دانستند و گفتند که مغایر با اصل جمهوری اسلامی است و گویی انگار عده‌ای دوست دارند با چنین حکم‌هایی راه هر گونه گفتمانی را ببندند و از جمهوری عبور کنند. آنها همچنین گفتند تمام قد در کنار تمام بازیگران زن سینمای ایران و سینماگرانی که ناجوانمردانه با حکم‌های مشابه تحقیر می‌شوند ایستادند و به تمام حکم‌هایی که تاکنون صادر شده معترضند. در این میان نقدی، معاون فرهنگی سپاه، مقصر وضع کنونی را دولت روحانی دانست و گفت جهنم سوزان در انتظار مدیرانی است که دست دشمن را در فضای مجازی باز گذاشتند، حال به هر بهانه‌ای از جمله رأی آوردن صورت گرفته باشد، و افزود پایان یافتن ولنگاری در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور از مطالبات اصلی است. حکومت عملا ناتوان از مقابله با مسئله حجاب شده و اقدام اخیرش مانند شلیک کردن به پای خود است و حتی برخی اصولگرایان میانه رو این اقدام را امنیتی کردن حجاب دانستند. این در حالی است که مقامات ظاهراً بر اهمیت کار فرهنگی برای مقابله با بی‌حجابی تاکید می‌کنند، اما عملاً نشان می‌دهند جز زور کار دیگری نمی‌توانند انجام دهند. این اقدامات جدید که نمایش عزم جدی حکومت در مبارزه با بی‌حجابی است، قطعاً پرهزینه خواهد بود و مشخص نیست حکومت آن را بر چه مبنایی محاسبه کرده، ولی مشخص است که این روند بسیار خطرناکی برای حکومتی است که موقعیت اقتصادی دشواری دارد و از جنبه بین‌المللی نیز به خاطر عدم توافق دچار مشکلات امنیتی است. به دنبال فشار وسیع افکار عمومی در مورد مواضع روسیه درباره جزایر سگانه به جز وزیر امور خارجه قالیباف رئیس مجلس نیز وارد عمل شد. حسین امیرعبداللهیان در کوشش جدید با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی تماس تلفنی در خصوص مناسبات دوجانبه و منطقه‌ای و لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورها تبادل نظر کرد. وی با ابراز تعجب از مفاد بند مربوط به جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس در بیانیه مشترک روسیه و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر تعلق تاریخی و ابدی این جزایر به ایران تاکید کرد و گفت استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی به هیچ عنوان قابل مذاکره نبوده و نیست. نباید کاری صورت گیرد که به روابط عمیق دو کشور آسیب برساند. به گزارش رسانه‌های ایران، لاوروف هم گفته روسیه به تمامی اصول منشور ملل متحد از جمله اصول مربوط به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها پایبند است و فدراسیون روسیه هیچ تردیدی در مورد حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی به خود راه نمی‌دهد و کاملاً به آن احترام گذاشته و خواهد گذاشت. البته مشخص نیست که وزیر خارجه روسیه عیناً چنین سخنانی را گفته باشد، چون قبلا هم مطالب انتشاری مقامات دو طرف با هم مغایرت داشته است. در این میان و در تحولی دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان نطق خود در مجلس به موضع غلط وزارت خارجه روسیه درباره جزایر سگانه ایران اشاره کرد و گفت روسیه در حالی که علیه جاه طلبی‌های ژئوپلیتیکی غرب و ناتو و در حال نبرد علیه آن است، نباید به برنامه ژئوپلیتیکی غرب برای بی‌ثبات سازی خلیج فارس کمک کند، آن هم در حالی که ایران تنها ضامن ثبات در خلیج فارس و خنثی کننده برنامه‌های خطرناک غرب در این منطقه حساس است. این کنایه آقای قالیباف روسیه به جنگ روسیه با اوکراین اشارت دارد که روسیه تجاوز خود را با توجیه مقابله با ناتو بیان می‌کند. وی همچنین غیر مستقیم کمک نظامی به روسیه را با بحث کمک‌های غیرقابل انکار و تعیین کننده ایران به روسیه بیان کرده و سعی کرده به این ترتیب اشتباه کاخ کرملین را به رخ بکشد و آن را برجسته کند که البته روسیه توجهی به این موضوعات ندارد. به دنبال اقدام ایران برای توقیف دو نفتکش و شلیک به یکی از آنها در حوالی تنگه هرمز در اوایل ماه ژوئن، اکنون آمریکا قصد دارد در این زمینه پیش قدم شود و اقداماتی برای مقابله با این روش ایران انجام دهد. جمهوری اسلامی اکنون با چالشی جدید روبروست. در همین زمینه پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد آمریکا قرار است با هدف ایجاد امنیت برای کشتی‌های تجاری که ایران در صدد توقیف آنهاست، چندین فروند هواپیمای جنگنده F-35 و ناوشکن توماس هاندر را که پیش از این در دریای سرخ مستقر بوده به تنگه هرمز و دریای عمان اعزام کند. مقامات دفاعی آمریکا نیز هفته گذشته از استقرار تعدادی هواپیمای F-16 در منطقه در طول تعطیلات آخر هفته خبر دادند. همچنین به مدت حدود 2 هفته هواپیماهای جنگنده A-10 برای مقابله با فعالیت ایران در منطقه مستقر شدند. به گزارش رویترز هواپیماهای آمریکایی قرار است با پرواز بر فراز کشتی‌های تجاری که این مسیر دریایی را در پیش می‌گیرند از آنها محافظت کنند و ظرفیت نظامی منطقه را به منظور ممانعت از توقیف این کشتی‌ها توسط ایران افزایش دهند. نیروی دریایی آمریکا می‌گوید ایران ظرف 2 سال گذشته دست کم 5 کشتی تجاری را توقیف کرده و 12 کشتی دیگر را مورد حمله قرار داده است. بیشتر این حملات و توقیف‌ها در حوالی تنگه هرمز رخ داده که یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی به شمار می‌رود و گذرگاه نفتکش‌های حامل 20% از کل نفت خام جهان است. در حالی که ابهام‌ها در خصوص تفاهم ایران با غرب همچنان ادامه دارد، سفر بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان به تهران، مورد توجه ناظران قرار گرفت. امیرعبداللهیان روز گذشته در ملاقات با وزیر خارجه عمان این کشور را دوست بسیار نزدیک ایران در منطقه توصیف کرد و از تلاش‌های سازنده این کشور در مسیر کمک به لغو تحریم‌ها علیه ملت ایران و نیز کمک برای بهبود و ارتقای روابط با برخی کشورهای منطقه تشکر و قدردانی کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه در اظهار نظری عمان را شریک سازنده برای جمهوری اسلامی و دارای نقشی مثبت توأم با حسنیت در موضوعات منطقه‌ای دانست. وی افزود ایران در استفاده از فرصت‌های دیپلماتیک برای تأمین حقوق ملت ایران غفلت نمی‌کند و از رویکرد کشورهای دوست که علاقمند هستند در مسیر دستیابی به توافق سازنده کمک کنند استقبال می‌کند. این سخنان به معنی تایید ضمنی ابتکار عمل عمان در مورد حل مناقشات منطقه‌ای و نیز حل و فصل مشکلات میان ایران و آمریکا در حوزه هسته‌ای و تبادل زندانیان است. سخنان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه نشانگر این بود که بخش مهمی از مأموریت فرستاده عمان به تهران ادامه نقش میانجی این کشور در روند مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن در مورد تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی دو کشور و توافق هسته‌ای است. دو کشور فکر می کنند موفقیت در فرایند تبادل زندانیان می تواند مقدمه‌ای برای فراهم کردن زمینه ی حل موضوعات اصلی همچون پرونده هسته‌ای باشد. در این میان به دنبال سخنان جیک سالیوان که روز یکشنبه گفت دولت جو بایدن به هیچ توافق واقعی با ایران بر سر مسئله هسته‌ای نزدیک نیست و دولتش از ابتدای روی کار آمدن بایدن تلاش‌ها برای آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران را آغاز کرده ولی هنوز به توافقی در این خصوص نرسیده و تماس‌های غیر مستقیم برای آزادی آنها ادامه دارد، ناصر کنعانی در واکنش گفت مسیر مذاکره برجام همچنان باز است و می توان در مسیر دیپلماتیک آن را پیگیری کرد. ناصر کنعانی همچنین درباره روابط اقتصادی میان ایران و عراق آمریکا را به مداخله متهم کرد و گفت که دو کشور مدل‌های مختلف همکاری از جمله تهاتر را تجربه می‌کنند. در این میان و در آخرین تحول متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات وزیر خارجه عمان مبنی بر اینکه ایران و آمریکا در حال نهایی کردن توافق برای تبادل زندانیان هستند گفت نمیخواهم در خصوص گفتگوهای خصوصی دیپلماتیک اظهار نظر کنم، اما باید بگویم که بازگرداندن آمریکایی‌هایی که به صورت غیرقانونی بازداشت شدند همچنان هدف رئیس جمهوری، وزیر خارجه و همه کارکنان وزارت خارجه آمریکاست تا آنها را به خانه بازگردانیم. با این حال کارشناسان و تحلیلگران ایرانی همچنان درباره شرایط پس از توافق صحبت و گمانه‌زنی می‌کنند، ضمن اینکه برخی گزارش‌های بین‌المللی هم از نوع تفاهم نانوشته بین ایران و آمریکا خبر دادند. هارتس و شبکه‌های خبری اسرائیل از جمله رسانه‌هایی هستند که بارها از تفاهم نانوشته هسته‌ای بین ایران و آمریکا خبر دادند. کوروش احمدی دیپلمات بازنشسته درباره گزارش هارتس در مورد تفاهم نانوشته بین ایران و آمریکا با توجه به کاهش غنیسازی در ایران، ضمن بیان این موضوع که در این باره اطلاعاتی منتشر نشده، احتمال ساختن این خبر توسط خود اسرائیلی‌ها را رد نکرد و در عین حال گفت نمیتوان شواهدی مبنی بر اینکه این تفاهم نانوشته نهایتاً شکل گرفته و مبنای کار قرار گرفته یا مسکوت مانده یا منتفی شده پیدا کرد. وی تاکید کرد هیچ اسنادی وجود ندارد که نشان دهد که چه توافق‌هایی انجام شده یا اینکه در مرحله بعد چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد. احمدی تاکید دارد بیشترین مواردی که در خصوص توافق بین ایران و آمریکا مطرح است مواردی مانند تبادل زندانیان، آزادی دارایی‌های ایران در جاهایی مانند عراق و کره جنوبی، توقف غنیسازی 60%، آرامش در منطقه و عدم حمله به سربازان آمریکا در عراق و سوریه، امنیت دریانوردی و عدم سختگیری در اعمال تحریم‌ها و مانند اینها مطرح است. این در حالی است که به گزارش CNN به حاشیه رفتن رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تردیدهایی را درباره سرنوشت توافق هسته‌ای با ایران به وجود آورده است. رابرت مالی از این نظر در پرونده هسته‌ای ایران از اهمیت برخوردار است که به یکی از معماران توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران در دولت اوباما بوده است. عدم توافق بین ایران و غرب و ادامه تحریم‌ها، شرایط توسعه و همچنین تورم و شرایط اقتصادی را روز به روز وخیم‌تر خواهد کرد. با این حال مسئولین جمهوری اسلامی تصور می‌کنند که همین که مردم زندگی روزمره را ادامه می‌دهند کافی است و رفاه، آسایش و آرامش که با ثبات اقتصادی برای مردم فراهم می‌شود، از نظر مسئولین جمهوری اسلامی اولویت مهمی برای داشتن زندگی خوب نیست. در حالی که چندین سال بدون هیچ دستاورد مشخصی واردات خودرو، چه خودروی نو و چه خودروی کارکرده ممنوع شده بود و جمهوری اسلامی با خوشنودی از عدم واردات خودرو صحبت می‌کرد، پس از اوجگیری غیرقابل بازگشت خودرو با چند سال تأخیر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که مجدداً به شکل قانونی اجازه واردات خودرو، آن هم خودروهای کارکرده، را صادر کند. این تصمیم که با هدف بازگرداندن تعادل به بازار انجام می شود، آنقدر دیر اجرا شده و آنقدر محدود اجرا خواهد شد که پیشاپیش کاملا مشخص است که نه تنها تأثیری بر بازار خودرو و قیمت‌های نجومی خودروها نخواهد داشت، بلکه حتی به دلیل واردات خودروهای جدید بازار را آشفته‌تر و قیمت‌ها را بالاتر خواهد برد. هادی تحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ضمن اعلام خبر تایید مصوبه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو تاکید کرده است که با توجه به اعلام عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام از سوی هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه واردات خودروهای کارکرده در حال حاضر قانون است. تحان نظیف تاکید کرده که لایحه مصوبه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و مخالف شرع و قانون دانسته نشده است. با این حال برخی دلمشغولان محیط زیست این اقدامات دولت را مغایر با حفاظت از محیط زیست می‌دانند و تاکید دارند که دولت به جای تلاش برای افزایش خودرو در شرایطی که کشور دیگر ظرفیت افزایش استفاده از خودرو را ندارد، باید نسبت به بهبود حمل و نقل عمومی اقدام کند و تلاش خود و سرمایه‌های کشور را به جای افزایش مصرف بنزین در حوزه تقویت ناوگان عمومی متمرکز سازد. افزایش تعداد خودروها در ایران که به وضعیت سرسام‌آوری رسیده و عملاً سال‌هاست که کشور را قفل کرده، مدت هاست که مورد انتقاد کارشناسان و دلمشغولان محیط زیست قرار دارد. در این حال بسیاری تأکید دارند که تا زمانی که حمل و نقل عمومی در ایران تقویت و بروز نشود، نمیتوان انتظار داشت که مردم، حتی کسانی که دغدغه محیط زیست دارند، بتوانند وسایل نقلیه خود را در ترددهای شهری کنار بگذارند و از حمل و نقل عمومی استفاده کنند تا مصرف بنزین و استفاده از خودرو کاهش یابد. به گزارش رویترز و به نقل از یک مقام ناشناس آمریکایی، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه یک سند معافیت را امضا کرده که به عراق اجازه می‌دهد بدهی خود را بابت مصارف برق این کشور به ایران پرداخت کند. این نخستین بار است که آمریکا اجازه می‌دهد چنین پولی به حساب‌هایی در بانک‌های بجز بانک‌های عراق پرداخت شود. این مقام آمریکایی به رویترز گفته که ایالات متحده امیدوار است این معافیت 120 روزه فشارهای ایران به عراق را برای پرداخت بدهیش کاهش دهد. بر اساس این گزارش، ایران همکنون میتواند به پولی دسترسی پیدا کند که پیش از این تنها میتوانست در حسابهای محدودی در عراق ذخیره شود. محمد الشیاع سودانی نخست وزیر عراق هفته گذشته اعلام کرده بود که عراق به دلیل محدودیت‌هایی که آمریکا برای انتقال پول به ایران ایجاد کرده، نتوانسته بدهی‌های خود بابت واردات گاز را به ایران پرداخت کند و از روز اول ژوئیه پس از توافق جدید بین ایران و عراق در زمینه تهاتر نفت عراق با گاز ایران، صادرات گاز ایران به عراق ادامه یافته و به همان میزان قبل خواهد رسید. بدهی معوقه عراق به ایران در این زمینه 11 میلیارد دلار است. اما در تحول دیگر، میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در جریان کنفرانس خبری روز سه‌شنبه در مورد اعزام جنگنده‌های F-16 به خلیج فارس گفت: در پرتو تهدید مستمر جمهوری اسلامی و با همکاری شرکا و متحدان، وزارت دفاع آمریکا در حال افزایش حضور و گسترش توانایی‌های خود در تنگه هرمز و آبهای اطراف است. وی از جمهوری اسلامی خواست فوراً اقدامات بی‌ثبات کننده خود را که خطر جدی برای جریان بیوقفه تجارت جهانی از طریق این آبراه استراتژیک است متوقف کند. وی گفت که این اقدامی برای جنگ نیست و این کشور قاطعانه هر گونه تمهیداتی را برای جنگ رد می کند و اطمینان دارد که افزایش حضور نظامی در درجه اول بر نظارت بر وضعیت و جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر متمرکز است. پیشتر یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد این کشور با هدف مقابله با توقیف کشتی‌ها توسط جمهوری اسلامی به این کار مبادرت ورزیده است. در حالی که اقتصاد ترکیه در حال حاضر تحت فشار شدید قرار دارد و تورم در این کشور به بالاترین حد خود رسیده است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه سفر 3 روزه خود به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی را آغاز کرد. سفر اردوغان به این 3 کشور حاشیه خلیج فارس با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان برای برون رفت از بحران اقتصادی در ترکیه انجام شده است. اردوغان در یک کنفرانس خبری گفت ترکیه فرصت سرمایه‌گذاری جدی در صنایع دفاعی و نیز پروژه‌های زیربنایی و روبنایی در این 3 کشور را خواهد داشت. همچنین این 3 کشور نیز فرصت خرید دارایی‌های خاص و سرمایه‌گذاری کلان در ترکیه را خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، 2 مقام ارشد ترکیه گفتند که دولت آنکارا انتظار دارد در نتیجه سفر اردوغان به کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان، قطر و امارات متحده عربی در ابتدا حدود 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در داخل ترکیه انجام دهند که پیش بینی می شود در بلند مدت مجموع سرمایه‌گذاری‌های این 3 کشور در بخش‌های دفاعی، انرژی و زیرساخت ترکیه تا 30 میلیارد دلار برسد. در اولین سفر اردوغان در جده با سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی و محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد و توافقات زیادی انجام دادند، از جمله اینکه عربستان سعودی روز سه‌شنبه با خرید هواپیماهای بدون سرنشین ترکیه موافقت کرد. این توافق با هدف تقویت نیروهای نظامی و توانایی‌های تولید دفاعی عربستان انجام شده است. مقدار دقیق این معامله اعلام نشده است. این معامله و سایر معاملات در حوزه انرژی، املاک و سرمایه‌گذاری مستقیم پس از تلاش ترکیه برای بهبود روابط با عربستان سعودی و امارات متحده عربی از سال 2021 انجام شده است. این شراکت‌های جدید برای ترکیه حیاتی است، با بودجه‌ای که به شدت افزایش یافته، تورم بالا و ارز ضعیف اقتصاد این کشور تحت فشار است.